الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا اله الا الله الله يا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین المسألة الثالثة والاربعون مسئله چهل و سوم فی ان الحکم بحاجة الممکن الى المؤثر ضروري. این مسئله درباره اینه که حکم عقل ما به این که ممکن الوجود چیزی که ذاتا قابل وجود و عدمه و دارای اجزاست که اگر اون اجزا باشن این هست و اون اجزا نباشن نیست این چون این موجودی بل بداهه نیاز به خالق و مؤثر داره و اگر ایجاد کننده و صانع و مؤثری در کار نباشه این موجود نمیشه البته این توضیحاتی که در حاشیه عرض می اینها بر اساس عقیده کلامی است و الا در واقع فلسفه رو بارها عرض کردیم که ممکن و واجب رو ذاتن و خارجن و عینا یکی می دونن مثلا میگن یک دریای بینهایت و حسه های آبش اون واجب این ممکن که در واقع یکی بیشتر نیست و در آخرش هم میگن که بله وجود اجزا وابسته به کل و اجزا و کل هم یکی هستند و ما اصلا در واقع ممکنی نداریم حالا اونا حرفای و تعبیلات باطل خودشونه خب این مسئله در قبل هم گذشت فکر کنم حدود مسئله سی و اونا ها بود که این مسئله گذشت قال ولحکم به حاجت الممکنه ضروریون و خفا و تصدیق لخفاء تصور غیر قاده میگن که اینکه عقل ما حکم میکند به اینکه ممکن الوجود حاجتمند است و نیازمند است به ذاتی که اون رو ایجاد کنه و خلق کنه و وجود بدهد این امری ضروری و بدیهی است و اگر دیدیم بعضی ها این تصدیق براشون خفا داره و نمیتونن براحتی و بداحت و به سرعت حکم کنند به خاطر اینکه مسئله رو خوب متوجه نیستن تصور درست مسئله رو نکردن لذا این منافاتی با این نداره که اصل مسئله بدیهی باشه اقول کل عاقل اذا تصور الممکن ما هو میگویم هر عاقلی هنگامی که تصور کند ممکن را که چی هست ولی احتیاج الی المؤثر و مسئله احتیاج مؤثر رو هم درست تصور کنه حکم به نسبت احده ما الالآخر حکما ضروریا لا یحتاج معه الى برهان چون این شخصی حکم خواهد که به نسبت دادن یکی از اینها به دیگری به گونه ای ضروری و بدیهی که هیچ احتیاجی برهان و استدلال نداشته باشه و خفا و تصدیق اند بعد و این که این تصدیق در عین این که ضروری بدیهی است باز هم برای بعضی مخفی مونده در نزد بعضی عقلا مخفی هست لا یق فی ضروریته این ضرر به ضروری بودن این حکم نمیرساند رساند لأن الخفاء فی الحکم یسند الی خفاء التصور به خاطر این که این که میبینیم در این حکم تعمل میکنن مستند است به این که خود مسئله براشون مخفیه و تصور صحیحی نشده لال خفایی فی نفسه نه اینکه اگر کسی ممکن رو درست متوجه بشه و تصور کنه باز هم تصدیق به این مسئله براش مخفی باشه ولی هذا اذا مثل للمتشکک فی هذه القضیه حال الوجود و عدم به نسبت به حال کفت میزان لذا اگر ما مثال بزنیم برای کسی که در این مسئله بدیهی شک داره و تعمل داره در این قضیه حال وجود و عدم نسبت ماهیت را تمثیل کنیم و تشبیه کنیم و مثال بزنیم به حال دو کفه ترازو و انهما کما یستحیل ترجح ترجه و احدل کفتین به غیر مرجحین و این که بهش بفهمونیم که همانطور که محال است خود به خود یکی از دو کفه بر دیگرین ترجح پیدا کند در پایین رفتن یا بالا رفتن و از حالت مساوات در بیاد بدون مرجح کذالک الممکن المتساوی طرفین همینجور هم ذاتی که ممکن الوجود است و وجود و عدم براش مانند دو کفه ترازو مساوی هیچگاه نمی شود که جنبه وجود یا عدم را خود به خود بپذیرد حکم به احتیاج حکم بالحاجت علال مؤثر وقتی این مثال رو براش بزنیم دیگه خود به خود حکم می کند به حاجت به مؤثر قال والمؤثریت اعتبار عقلی. مسئله بعدی این است که آیا این مسئله مؤثریت یک امر عینی خارجی است مثلا میگیم این درخت این هم باقبان این هم مؤثریت یا نه میگیم این درخت است این هم باقبان است ولی این که باقبان در کاشتن درخت مؤثر است این مؤثریت را ما با عقلمون درک میکنیم و در خارج سه چیز نداریم یکی درخت یکی هم باغبان یکی هم مؤثریت یه عده فکر کردن که مؤثریت یه امر خارجی و عینی است و به اشتباهات افتاده ولی ایشون میفهمند که خیر مؤثریت دیگه در خارج نیست یه امر عقلیه همانطور که بارها گفتیم وجوب و امکان و وجود و عدم و نمیدونم جوهریت و عرضیت و ماهیت و مثال های مختلف که زدیم اینها امور عقلی هستند نه خارجی اقول هذا جواب عن سؤال اورده بعض المغالطین احتیاج الممکن الی المؤثر این جواب از سؤال بعضی کسانی است که اهل مغلطه بودهاند و گفتند که مسئله احتیاج ممکن به مؤثر اشکال داره و درست نیست تقریر و سؤال و تقریر و سؤال ان الممکن لو افتقر الى المؤثر خب اشکال اونها چی بوده که مرحوم خاجی این جواب رو میدن؟ میگه اشکال اونها که ما حذف کرده ایم این بوده ان الممکن لو افتقر الى المؤثر لکانت مؤثریت المؤثر فی ذالک الاثر ان کانت وصفا ثبوتی جن فی من غیر مطابقت الخارج لازم الجهل گفتند که ممکن الوجودی که نیازمند به مؤثر است اگر مؤثریت آن مؤثر در این اثر یک وصف ثبوتی در ذهن باشه تغییر سوال ان الممکن لو افتقر الى المؤثر لکانت مؤثریت المؤثر فی ذلك الاثر ممکن اگر قرار باشد که نیازمند مؤثر باشه خوب اون مؤثریت مؤثر در این اثر اگر یک وصف ثبوتی در ذهن باشد من غیر مطابقت الخارج ولی در خارج هیچ چیزی نباشه که این بخواد با اون مطابق باشه و اصلا در خارج ما نداشته باشیم چیزی را لزم الجهل این آمده یک چیزی رو در ذهن تعقل کرده که در خارج نیست مثلا فرض کن کسی که توهم کنه یک هیولا بهش حمله میکنه و در واقع چیه هیولای وجود نداشته باشه این خیالاتی شده این جاهل شده تو جهل مرکب افتاده پس نمیشه که یک امر ثبوتی در ذهن باشه و مطابق با خارج نباشه ولی انها ثابتتون قبل از ذهن مضافن بر اینکه نمیشه بگیم که این فقط در ذهن و مطابق خارجی ندارد چرا؟ چون مؤثریت ثابت است قبل از ذهن ما قبل از اینکه ذهن من محقق شود قبل از اینکه من حتی به دنیا بیایم این باقبان مؤثر بوده است در کاشتن این درخت و این درخت چیه؟ مؤثریت باقبان برای درخت ثابته منم وجود نداشتم پس نمیشه بگیم که این مؤثریت فقط در ذهن منه و یستحیل و قیام و صفت شای به غیرهی نمیشه بگیم که این مؤثریت در یک کس دیگه قائم شده و پیدا شده است زیرا باید وصف مؤثریت واقعا برای خود باقبان باشد نه اینکه باقبان مؤثریت رو انجام بده ولی واسه مؤثریت در من موجود بشه این ربطی به هم دیگه نداره و این کانت به مطابقت الخارج او کانت ثابتتن فی الخارج و اگر به مطابقت با خارج باشه یعنی من معنای مؤثریت را تصور کنم در عقلم موجود بشه و دقیقا با اون وجود خارجی مؤثریت در خارج یکی باشه او کانت ثابتتا فل خارج مقایرتا للمؤثر یا اینی که مؤثریت در خارج باشه اما مغایر با اون معنای مؤثریتی که من در کرده ام باشه او کانت ثابتتا فل خارج مقایرتا للمؤثر و الاثر و در خارج باشه اما مغایر با مؤثر و اثر باشه یک چیز سومی باشه یک باغبان داریم و یک درخت داریم یکی هم معنای مؤثریت را لانها نسبت بینهما چرا مغایر باشه خب به خاطر اینکه ما یک باغبان داریم و یک درخت داریم و یک نسبت بین اینها نسبت بین این دوتا غیر از خود باقیبان است و غیر از خود درخت است و این کانت به مطابقت الخارج او کانت ثابتتا فی الخارج مقایرتا للمؤثر و لانها نسبتون بینهما لازمت تسلسل خب لازم میاد که یک باقیبان داشته باشیم یک درخت داشته باشیم یکی مؤثریت این مؤثریت که در خارج پیدا شد خودش باز یک نسبتی پیدا می کند با باقبان و با اثر پس نسبت ما یه نسبت دیگه ای می میخواد مؤثریت ما یک مؤثریت دومی لازم داره اون مؤثریت دومی که در خارج محقق شد باید خودش نسبتی پیدا می کند بین طرفین پس باید خودش چیه یک نسبت دیگه ای دنبال خودش بکشونه و لذا تسلسل لازم میاد و هو و این که بخوایم بگیم این مؤثریت چون وجود خارجی پیدا کرده باز خودش نسبت با طرف دیگه پیدا میکنه و یک مؤثریت دیگه لازم دارد که بین این دوتا تحقق مؤثریت بکند بین خود مؤثریت و اون مؤثر یا اثر بعد اون مؤثریت جدید هم همچنین این اولا که ترسلسل لازم میاد ثانیا بر به تقدیر تسلیمی بر فرض که ما بگیم حالا این تسلسل اشکالی نداشته باشه فهوا غیر معقول اصلا معقول نیست چرا لان التسلسل انما يعقل لو فرضنا امورا متتالیه الى غیر النهايه به خاطر که تسلسل در جایی است که ما تعقل کنیم اموری را پشت سر هم دیگر. مثلا بگوییم این فرزند این پدرش اونم پدر بزرگش اونم پدر 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 همینجور برن بین هر فرزند با پدر فاصله این نیست ولی اگر قرار باشه که خود مؤثریت بین اینها فاصله بشه یعنی یک پدر یک فرزند یه چیزی هم بینشون به نام مؤثریت پس بین پدر و فرزند فاصله میفته در حالی که در تسلسل باید افراد از همدیگه فاصله نمی داشتن و دنبال همدیگه می بودن لأن تسلسل انما یعقل و لوفرد و امورا الى غیر نهایه بیناید افراد پدر و فرزند ها دنبال همدیگه باشن و بینشون فاصله نباشه و ذالک یستر کون کل واحد منما مطلوبا به صاحبه در این فرض باید هر فرزندی با پدرش فاصله نداشته باشه تا تسلسل تحقق پیدا کنه و انما یکون مطلوبا به صاحبهی و این دنبال صاحب و فرد دیگری بودن تنها در جایی است که لولم لم یکن بین و بین مطلوبه غیره در جایی که بین این شخص با شخص قبلی فاصله ای نباشه این پدر و اون فرزند یه چیزی وسطتون فاصله نشه به نام شخص ثالث و الا اینا دیگه پدر و فرزند نخواهند بود یک گندمی که اثر گندم قبلی گندم قبلی گندم قبلی گندم قبلی است خب اینجا میتونیم بگیم هر گندمی مؤثر از در وجود گندم بعدی به شرطی که بینشون فاصله نشه اگه یک مثلا جو بین هر گندم و گندم بعدی فاصله بشه خب اینا دیگه چیه افراد یک سلسله واحده به دنبال هم نخواهند بود مؤثریت هم اگه قرار باشه یه چیزی باشه این وسط میشه یک جویی که اینجا مزاحم واقع شده لاکن ذالک محال در حالی که این حرف چیه امر محالی رو پیش میاره لان تاثیر المطلوب فی التالی متوسط بینهما چون که تاثیر یکی در دیگری قبلی در بعدی یک مزاحم وسطش پیدا شد مثلا بین دو دانه گندم یه جو پیدا شد بین پدر و پسر یه شخص سالسی به نام مؤثریت پیدا شد و, و قد کان لا متوسطه در حالی که باید فاصله نمی بود هادا خلفون و این چیه خلاف فرض خودمون شد و نادرست در آمد و لیست المؤثریت و عدمیتن خب شما اگر بگی که همه اشکالاتی که تو گفتی در صورتی بود که ما مؤثریت را یه امر وجودی بدانیم ولی اگر ما مؤثریت را امر عدمی بدانیم مشکل حل می شود ایشون میگن که شما نمیتونید مؤثریت را عدمی بدانیم ولی لیست المؤثریت و عدمیتون مؤثریت یه امر عدمی هم نیست که شما بتونی از دم این اشکال ما فرار کنی چرا؟ لانها نقیز و لا مؤثريت. چون مؤثریت با لا مؤثریت همند المحموله على المعدوم که میگیم مثلا بین اجده های با مثلا این درخت چیه لامعثریت این درخت اجده های رو به وجود نیاورده خب پس لامعثریت یه چیزه معثریت یه چیز دیگه لامعثریت وقتی عدمی بود معثریت دیگه باید چیه نقیز اینه باید وجودی باشه اون دیگه نمیشه عدمی باشه لانه نقیز لامعثریت المحمول على المعدوم والمحمول المحمول على المعدوم عدمون چیزی که حمله بر معدوم بشود خودش هم معدومه و نقیز العدم ثبوتون و نقیز عدم ثبوته فالمؤثریت و پس مؤثریت که نقیز لا مؤثریت بود میشه امر وجودی و نه امر عدمی و اما جواب ان شاء الله جلسه بعد و صلی الله علی محمد و آل طاهرین ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل